دعوت میکنم از خانواده محترم نیکبور که دارای 5 فرزند هستند و 4 قلو، برادر صاحب 4 خواهر شد. چی بهتر از این؟ دست شایسته خواهش میکنم. ماشاءالله شکوفه های معطر و خوشبو، تشویقشون کنید خواهش میکنم. به به به، این خونه که پر از خنده های بچه هاست. در زمان انتخابات گفتن که از جوانها تشکیل خانواده و ازدواج، از دولت حمایت برای مسکن، زمین و اینکه از جوانها و خانواده ها حمایت کنیم برای اینکه بتونن صاحب خونه بشن. این وعده رو من یادم نرفته. قانون هم برای این تأکید داره، هم تأکید داریم به اینکه وعده خودمون رو عمل کنیم در انتخابات، هم تأکید داریم به اینکه قانون اجرا کنیم برای حمایت از جمعیت. هم اقتضا و نیاز کشور هست. دشمن میخواد ما خانواده نداشته باشیم. امروز در دنیا میبینید تبلیغ بسیار میشه برای اینکه خانواده تشکیل نشود. به دختران، به پسران گفته میشه برای اینکه خانواده تشکیل نشه جدا زندگی کردن و یا ازدواج‌های خاصی که یا زندگی‌های خاصی که دیگه شما بسیار می‌دونید در مغرب زمین اینها مواجه شدن با مشکل بسیار مهم و مشکل بسیار در واقع آسیب زننده که اون مسئله بحران خانواده است. بحران خانواده بسیار تهدید بزرگی است برای غرب. من در سازمان ملل ترجیح دادم از مهمترین نکاتی که امروز جهان بشریت به اون مبتلاست سخن بگم، که به نظرم آمد بحران مسئله خانواده رو من در سازمان ملل و تریبونی که شنونده زیادی میتونه داشته باشه در عالم اشاره کنم به بحران خانواده. خب ما در مقابل این اخلاق ناپسند، اون چه که اونها عنوان شاخص تمدن و مدنیت معرفی میکنن که ما معتقدیم شاخص آسیب زننده به جامعه، به خانواده، به نسل بشر است، ما از خانواده تبدیل میکنیم. معتقدیم تشکیل خانواده موضوعیت داره و تمام قوانین و مقررات ما باید تشویق دهنده، تشویق کننده تشکیل خانواده باشه. تمام قوانین و مقررات، اصلا قانون جمعیت یعنی قانون تشویق کننده تشکیل خانواده و حمایت از خانواده. ترجمان قانون جمعیت عبارت است از تشکیل خانواده و حمایت برای تشکیل و توسعه خانواده، بچه دار شدن، ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن. و تمام قوانین و مقررات ما که مهمترینش قانون جمعیت باشه برای حمایت از خانواده است. دولت هم خودش موظف میدونه برای حمایت از خانواده. و امروز ما افتخار داریم که در شهرستان شاهرود داریم 2058 واحد مسکونی رو از خونه‌هایی که ساخته شده در شهر روستا تحویل میدیم به مردم عزیزمون، اونهایی که متقاضی بودن. و این بسیار افتخاره که انشاءالله 2000 خانواده محترم و عزیز ما که دغدغه مسکن دارن، اینها مشکل مسکنشون داره حل میشه. و 1158 قطع زمین هم داره تحویل میشه به افراد متقاضی زمین، زمین‌هایی که آماده شده 200 متری که بتونن خونه‌های ویلایی بسازن، چون امکان شهرستان‌ها بهتر از تهران و مراکز استان هاست. و این کار فقط تو استان سمنان نیست، در استان سمنان 19000 واحد مسکونی امروز در حال ساخته، 2000ش داره تحویل میشه و بقیه‌ش به مرور زمان انشاءالله تحویل خواهد شد. هزینه مسکن در سبد خانواده بالاترین هزینه است. هزینه های زیادی داره، هزینه سلامت هست، هزینه مسکن هست، هزینه های خورد و خوراک هست، اما بالاترین هزینه خانواده باید مسکن.
تلاش دولت اینه که با امکاناتی که خداوند به این کشور داده، زمین وجود داره انشالله، امکانات ساخت و ساز هست، تسهیلات بانکی تلاش شده که افزایش پیدا کنه تا بتونه مسئله مسکن برای خانواده های عزیز انشالله حل بشه و این نیاز کشور برآورده بشه.